دوستان عزیز گرامی، درود بر شما. مهمان عزیز این هفته برنامه ما خانم دکتر آزیتا سائیان. ایشون دکترای روانشناسی و متخصص امور مشاوره خانواده و ترک اعتیاد میباشن. خانم دکتر، خیلی خوش آمدین. درود بر شما. خیلی خوشحالم که دعوتم کردین باهاتون باشم و درودی به بینندگان گرامیتون. خیلی ممنون، تشکر. خانم دکتر، یکم لطفا برای ما توضیح بدین که چه چیزی سبب شد که شما به این حرفه رو بیارین و متخصص در این رابطه باشین؟ بالا فکر میکنم برای هر انسانی این سوال پیش میاد که انسانهای دیگه چرا رفتارهای خاصی رو از خودشون نشون میدن، چی زیربنای فکری رفتارهاشون هستش. و خب من خیلی کنجکاو بودم، چون از بچگی همش برام رفتارهای اطرافیانم سوال بود. بله. و دلم میخواستش که جواب اون رو پیدا کنم. و بعد تاریخ ایران و اتفاقی هم که برای ایرانیا افتاده بود و از اون عظمت دوران هخامنشی تغییر کرده بودیم، خیلی چیزا رو از دست داده بودیم، همیشه من تو فکرم این بود که چی اتفاق افتاده. بله. تاریخی برامون تو ذهنمون که این اتفاقا برامون افتاده و همش می‌خواستم این معمای انسان‌ها رو برای خودم حل کنم. واه. و بفهمم، و اگه بفهمم بتونم بهشون کمک بکنم که دوباره به عظمت خودشون برگردن، که هر شخصی بتونه به اون وجود خارق‌العاده خودش برسه. چون همیشه فکر می‌کنم انسان‌ها خیلی خارق‌العاده و خاصن، ولی خب شاید نمیدونن چجوری بهش برسن. و دلم میخواست اون چراغ علایدین رو پیداش کنم از آنجا روانشناسی و بتونم اون جینیه رو بکشمش بیرون، زندگیاشون درست بشه. و خب روانشناسی این ابزار کار رو به من داد. بله، چقدر عالی. من مطمئنن میدونم که یه مسائل و چالش هایی باهاش روبرو بودین که شما رو به این راه بیشتر رو آوردین. چه چالش هایی رو باهاش توی زندگی دست و پنجه نرم کردین که به این به اینجا رسید؟ یکی از چالش های من بزرگ شدن به عنوان یک دختر بچه یهودی توی یک جامعه ای که دوروبر من همه خب مسلمون بودن. نه. و خب خانواده ما یه چیز رنگارنگ بود، از مسلمون و بهایی و یهودی و زرتشتی و مسیحی، یعنی همه فامیل من در کنار همدیگه با ادیان مختلف. و خب من تو مدرسه‌ای که میرفتم هیچ کسی همچین خانواده رنگارنگی نداشت، بنابراین احساس میکردم که یک خیلی شانس آوردم که انقدر یه خانواده دارم که همه در کنار همینجوری با هم کنار میان، ولی در این حال در جامعه زندگی میکنم که همه انقدر راحت با هم کنار نمیان. و خب فکر میکردم این هم یک نفرینه هم یک لطفه. بله. که به من شده. در این حال خب زن بودن و شاغل بودن، مستقل بودن، قوی بودن و خواستار این که زنای دیگه قوی باشن، مستقل باشن، رو پای خودشون باشن و موفق باشن، اینا همه ابزار کاری بود که باعث شد من اینطور بتونم جلو برم. و خب همه هم قبول نداشتن روانشناسی. بله. روانشناسی یه چیز نبود که همه گفتن به 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 میخوای روانشناس بشی چقدر خوب. اتفاقا درست برعکس بود که اصلا روانشناس ها همه دیوانن، بری روانشناس بشی دیوانه تر میشی. و خب من همیشه فکر میکردم که روانشناسی در از علم آینده ایه که انسان ها بهش نیاز دارن. بله، چقدر عالی. خانم دکتر، شما بیشتر تمام سمینارهاتون، کلاساتون، ورکشاپاتون به دوروبر روابط زن و مرد قبل و بعد از ازدواج هست. بله. چرا در این مورد بیشتر تاکید دارین؟ باور من این هستش که اصلا کلن روابط عاشقانه، روابط نزدیک، روابط صمیمی. بله. اون روابط جایی است که ما به قول معروف تمام دردهامون رو میاریم تو اون رابطه حلش کنیم. و اگه که ما بلد باشیم که چجوری توی روابط نزدیکمون با آدمهایی که در دراز مدت باهاشون رابطه داریم انسان موفقی باشیم و بتونیم از چالش‌های رابطه جون سالم به در ببریم و رابطه‌های موفقی داشته باشیم. بله. توی خونه هامون آدم های خوشحالی باشیم، این خوشحالی رو منتقل میکنیم به جامعه، منتقل میکنیم به کار. بله. منتقل میکنیم به
دوستانمون و جامعه جای سالمتری میشه برای همه که توش زندگی بکنن و خب طبیعتاً بچه ها توی محیط سالمی بزرگ میشن. چقدر جالب، عالی، خیلی ممنون از توضیحتون، بسیار عالی. خانم دکتر، شما سمیناری دارین تو این هفته، میشه یک کمی توضیح بدین که موضوع این سمینار در چه قسمتی هست؟ میدونید آدم ها دوست دارن که یه کسی بهشون بگه که از شروع رابطه، از نگاه اول با یه کسی چجوری مثلا منی که تنها هستم، مجرد هستم، میتونم از با یکی وصل بشم، بعد ما عاشق بشیم، بعد ما با هم بشیم، بعد ما تنها دیگه نباشیم و تا ابد با هم زندگی کنیم. خب دقیقا روی همین حساب من یه سمیناری رو فکر کردم که آدم ها بیاد. بله. از بیار بودن تا دلدادگی، مثلا این کرما هست که میندازین ماهی میگیرین، بیان از بیار بودن تا دلدادگی، اول بیان. بله. بعد که اومدم بهشون بگم که چرا تا حالا بیار موندن، از اون چی کار نکرده. یک. دوم این که اونایی هم که فکر میکنن یار دارن ولی با یارشون تنها هستن، تازه خیلی بدتره. درست. چون اونی که یار نداره، دیدی مثل این چیزا هستش که هم میخوام برن تو، بعد که میرن تو میفهمن زندانه. خب این دقیقا وضعیت روابط امروز ما، همه میخوام برن اون تو، بعد میرن تو، بیا وای برورا چجوری در بیام ازش. ولی واقعا میخواستم یه سمیناری باشه که ما رموز اینی که چجوری حتی بیار که هستیم چجوری به دلدادگی برسیم، ولی یارم داریم چجوری اون رابطه میتونه به دلدادگی برسه، ولی رمزش، کلیدش درون ماست. ما همیشه فکر میکنیم با اون آدم است. بله. رمزش درون ماست و خب این سمینار کلید اون رمزه. چقدر عالی. هیجان انگیز، باید حتما باشی. بله. جا هم خیلی کم داری. بله. گفته باشم. اولی کرمو انداختم ولی جا کم داری. کجا هستی سمینار؟ توی آقا خان میوزیمه که خیلی به ما لطف دارن. بله. و عاشق ایرونیا هستن. اگه ندیدین این میوزیمو حتما برید دیدن کنید. چه روزی هست دقیقاً؟ سه شنبه 9 ماه جولای. بله. چه ساعت؟ 7:30 شب. لطف کنید ایرانی نیاید. 5 دقیقه مثلا 7:25 تو صندلی باش این شکلی بیان. چقدر عالی، خیلی خوشحالم، خیلی ممنون خانم دکتر. لطف کردید دعوتم کردید. خواهش می‌کنم. تشکر. مرسی.